پست میکنید تا برسه دستش. یعنی من الان فردا دیگه رانندگی نخیر، شما یک ماه حق رانندگی ندارید. گواهینامه هم الان رسید میکنم، همکار من گواهینامه شما رو رسید میکنم، یک ماه شما حق رانندگی ندارید. الان یک صبح شما به خودتون اجازه میدید توی بزرگراه سرعت غیرمجاز برید، سبقت‌های غیرمجاز بگیرید، حرکتتون به طور مارپیچ باشه، حرکتتون بین خطوط نباشه. حرکت به طور مارپیچ نداشتم، اما خب سبقت غیرمجاز از سمت راست داشتم، سرعت غیرمجاز هم داشتم. چون خواهرم متاسفانه خیلی میترسید، آدمی که اشتباهی میکنه تمام سرش پایین، هیچ حرفی هم نداره. نهایتاً بخواییم هر چی هم بگید اعمال قانون بفهمید ببیده که نه چشممون کور دندمون نه. نه خواهش میکنم، مدارک باید ارائه میدادی که متاسفانه نتونستید ارائه بدید. متاسفانه میگم میهمان بودیم جایی، من لباسم رو تعویض کردم چون فروشگاهمون طوریه که باید یه لباس فرم باشه، تو اون یکی لباسم جا موند و واقعاً هم تعمدی تو کار نبود. کوتاهی از جانب من، ما از 15/2/87 طرح اجرا میکنیم، طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه است. اتفاقا خودم شخصا از تلویزیون دیدم. مشخصات خودروی شماست. بله. اینم مشخصات جریمه های معوقه شماست. بله. که پرداخت نشده 106,000 تومان. یک فقرم تخلف حادثه ساز داشتید قبلا، چون قبلا هم همکاران ما به علت همراه نشدن گواهینامه شما رو اعمال قانون کردن. من باز فرمون نبودم. خودروی مذکور با خودروی 206 هم کورس گذاشته بودن یه مسیری رو. تخلفات شما را اعلام میکنم. بله. ظاهرا با یه خودروی شما کورس گذاشتید طول بزرگ را بوده. با همین 206 حتی من با ایشون کورسی نداشتم، فقط به خاطر اینکه خواهرم برای یه درس ساعت خاصی دواهاشو بخوره به خاطر همین ساعت. اما میگم هر چی بگم نمیخوام توجیه کنم کارم، اشتباه بوده، همینجور هم قبول میکنم. درسته. تست هم باید بمونه. آقای راننده شما چرا؟ شرب خمر؟ شما که حالتون خوب نیست برای چی اقدام به رانندگی میکنید؟ الان حالا خوب هستش، مشکلی نه، حالت طبیعی ندارید آقای راننده شما؟ حالا کاملا خوب، البته از نظر خودم، حالا شما اگر میگید خوب. وقتی شرب خمر میکنید، از مشروبات الکلی استفاده میکنید، نباید رانندگی بکنید شما؟ آقای راننده شما تخلف نکردید، ببخشید، شما متاسفانه جرم کردید، ما شرمنده ایم از شما که نمیتونید اجازه ندید دیگه ایشون رانندگی کنه. جناب سروان یه واحد انتظامی هم بگید ایشون رو بیاد در محل از ما تحویل بگیره.